برات خوش اومد میگم، برادر خاره عزیز، مهمونای عزیز و همینطورم کسانی که جلوی تلویزیون هستن، بینندگان عزیز، امیدوارم قلبایمون آماده کردین. امروز در این پرستش هم متوجه شدیم ما در مورد پادشاهی خدا، خدای ما عیسی مسیح قهرمان این جهان صحبت کردیم و تو این چند مدت هم همینطور برادرمون آرش گفت کلیسا خیلی در مورد کلام های نبوت خدا ما صحبت میکنیم، در مورد آینده چه خداوند الان در این زمان چه کارهایی میخواد انجام بده و یک کلیسای بیدار یا یک میتونم بگم یک کلیسایی که اسمشو برای گذاشته عروس خدا باید کلیسای نبوتی باشه. نبوتی منظور اینه که ما باید نگاه کنیم که تو این سالهایی که هست خدا چه کارهایی میخواد انجام بده. ما فرزندان نور هستیم، فرزندان ظلمت نیستیم و ما هم اینطوری زندگی نمی کنیم که بگیم که الان ببینیم که چه چیزی میاد. ما باید بدونیم که تو این زمانهای آینده چه کارهایی هست که خداوند میخواد انجام بده و احتیاج هم نیست فقط هم اینطور در روح یک چیزایی از خدا اینطوری بشنویم، مثلا یک رویاهایی، بلکه چیزایی خیلی دقیق توی کتاب مقدس، توی مکاشفه نوشته، همینطور هم توی کتابهای مختلف نوشته. زمانی که با دقت میخونیم از اون تعریف میتونیم متوجه بشیم که چه در چه زمانی ما زندگی میکنیم، خدا چه کارهایی میخواد انجام بده. همزمان هم زمانی که شروع میکنیم به دعا کردن، با هم جمع میشیم، اتحاد رو نگه میداریم، همینطور دعا میکنیم، شفاعت میکنیم و خدا شروع میکنه نبوتهایی به کلیسا داد برای زمان آخر. ما مسئولیت، یعنی نه فقط ما و کلیسای ما، بلکه کلن کلیساها مسئولیتی بزرگی دارن، مخصوصا در این زمان آخر. ما دیگه به یه جایی نرسیدیم فقط دور خودمون بچرخیم، ما باید بدونیم که خدا این دنیا رو که انسان از دستش داده، الان عیسی مسیح آمد روی صلیب، تمام مشکلات رو حل کرد، به ما قدرت روح القدس رو داد، پنتیکاست رو به ما بخشید، قدرت روح القدس رو ما دریافت کردیم که بتونیم این چیزایی که شیطان دزدیده دوباره برگردونیم. آمین. برای این خوانده شدیم و امروز هم قسمت هایی که میخوایم در مورد همون کلیسای نبوتی که یک کلیسایی هست که باید روح الیا رویش بیاد، چون روح الیا روی بود که آمدن عیسی مسیح رو در چیز در آخرین کتاب عتیق ملاکی اونجا در مورد صحبت کرد و قسمت‌هایی خواهیم خوند و امروز هم می‌خوایم تمرکز کنیم به الیا، روح الیا چه رویی هست و الان می‌خوایم نگاه کنیم ببینیم که الان وظیفه و مسئولیت کلیسا چیه در این زمان آخر و امیدوار هستم قلبتون خودتون چیز کرده باشین، آماده کرده باشین. ما نمی‌خوایم فقط یه چیزی کلامی بشنویم یکم برکت بگیریم، بلکه می‌خوایم واقعا یه دیدمون وسیع کنیم، دیدمون درست کنیم برای این زمان آخر. آمین. برای این ما اینجا جمع شدیم. هفته گذشتم در مورد نسیم که موعظه کرد در مورد چشمه صحبت کرد که عیسی مسیح چشمه زندگی ماست و ما هستیم که چشمه های خودمون برای ما درست کردیم، آماده کردیم و این تمامی چشمه هایی که برای ما آماده میکنیم اونجا هیچ نه فقط تشنگی ما رو از بین نمیبره، بلکه ما رو مریض میکنه و خدا دوباره هفته گذشته فوکوس کرد به چه چشمه ای باید بیاییم و از اونجا بنوشیم، سیر بشیم و همینطور هم به هر حال به هدف خدا بتونیم برسیم. هر چقدر کلیسا سالم باشه، هر چقدر تو سالم باشی، دید تو درست باشه، همینطور هم کلیسا سالم میشه. هر چقدر خانواده ها در این اتحاد، در این یک دلی زندگی کنن، که اینم یک روح الیاس که میاد خانواده ها رو اصلاح کنه، خانواده ها رو بنا کنه و هر چقدر در این قسمت تک تک ما اونجا خودمون آماده کنیم، همونطور هم کلیسا قوی خواهد شد و این ماموریتی که خداوند به ما بخشیده که بتونیم اینجا انجام بدیم. دو هفته پیش که موعظه کردم در مورد، اگه یادتون باشه، در مورد غلبه یافتن صحبت کردم و همینطور هم در مورد باران آخر. دو هفته پیش پنتیکاست بود و معمولا ما میایم اینجا میگیم خداوند الان بیا روح القدس رو بریز و الان بیا منو پر کن، فقط بعضی وقت ما واقعا آگاه نیستیم چه دعایی میکنیم و برای ریختن روح القدس واقعا احتیاج هست که قلبای ما رو آماده کنیم و به این خاطر اون موقع هم روز
پنتیکاست اینجا که موعظه کردم گفتم که توی کتاب مقدس توی کتاب یوئل دو تا نبوتایی هست، یه دونه باران اوله که پنتیکاست 2000 سال پیش اتفاق افتاد، یک باران آخره که اتفاق خواهد افتاد زمانی که عیسی مسیح، یعنی قبل از که عیسی مسیح باز خواهد کرد. به این خاطر الان میخواییم یه قسمتی نگاه کنیم چرا ما باید یک کلیسای نبوتی باشیم و همینطورم روح الیا باید، خدمت الیا رو باید اینجا انجام بدیم. در ملاکی باب 3 آیه 1 تا 2 الان همه چی رو آماده کردم که بندازم و نسرین این آیه رو میخونه و منم سعی میکنم توضیح بدم. این در ملاکی، در کتاب ملاکی که آخرین کتاب عتیقه که در مورد آمدن عیسی مسیح صحبت میکنه. یا نسرین، اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. هان او می آید. قول یهوه سبایود این است، اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش قالگر و مانند صابون قازران خواهد بود. آمین. اینجا میبینیم که خدا در مورد رسول خودش صحبت میکنه که آخر خواهیم دید در باب چهار ملاکی که در مورد الیا صحبت میکنه و میگه که من رسول خودم رو خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و همینطورم نشون میده، میگه که او کی خواهد آمد. اول باید خدا قلبای ما رو آماده کنه که بتونیم روبروی جلوی خداوند بتونیم بایستیم. خدای ما خدای قدوسیه. حتی اونجا متوجه شدیم که زمانی که در یوحنا باب 1 اونجا نوشته شده که او به خاصان خودش آمد، خاصان او رو قبول نکردن، چون یه چیزی، یه تصوری دیگه از خدا داشتم، فکر کردم او با جلال شکوه خواهد آمد. بعد اینجا که در موردش صحبت میکنه میگه که او خواهد آمد، کی میتونه این، اما کیست که روز آمدن او رو متحمل تواند شد و کیست که در حین ظهور وی توانید ایستاد. یعنی نشانه اینه که ما روبروی یک خدایی هستیم که اینجا اخطار میکنه کی میتونه جلوش بیست. به این خاطر ادامه میده میگه او خواهد آمد و ما رو باید آماده کنه، قلبهای ما رو باید آماده کنه، ما رو پاک کنه، تمام این چیزهای فکرهای منفی، تمام دیدهای منفی رو از ما باید برداره که بتونیم به حال با خدا اینجا ملاقات داشته باشیم و همینطورم بتونیم تحمل کنیم. در ملاکی باب 4 آیه 2 و 3 اینجا میگه که اینک اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید. و اونجا دوباره اشاره به عیسی مسیح، به ایلیا میکنه که اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. و دوباره خدا اشاره میکنه به کی؟ به ایلیا. و بعد از این اینجا میگه که او دل پدران رو به سوی پسران و دل پسران رو به سوی پدران خود برگردانیده، مبادا بیام و زمین رو به لعنت بزنم. پس خدا باید به این روح خود، روح ایلیا رو که میفرسته، میخواد ما رو آماده کنه که توی لعنتی که روی دنیا خواهد آمد، داوری هایی که در این دنیا خواهد آمد، ما رو محافظت کنه، ما رو قبول کنه، ما رو محافظت کنه و همینطورم از ما استفاده کنه. و ما در متی باب 17 اونجا متوجه میشیم که زمانی که
باب 17 آیه 11 و 12 دوباره عیسی مسیح خودش در مورد ایلیا صحبت میکنه. الان چند تا آیه هایی است میخوایم در مورد ایلیا به ایلیا نگاه کنیم، چون میخوایم بعد از این بریم توی شخص ایلیا، روح ایلیا چه روحی اونجا بود. در متی باب 17 آیه 11 و 12: البته الیاس می آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود، لیکن به شما می گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه خواستند با وی کردند، و همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید. یا نمی دونم اینطوری این قسمت ها رو مطمئن اصلا خونده این، و اینجا میگه که البته از شاگردانش میان از عیسی مسیح می پرسن آیا این کی عیسی مسیح کیه، کی میاد، کیه الان ایلیا کیه، و من این سوال هایی که میکردن. و اینجا عیسی مسیح اینجا میگه که اینک من البته ایلیا میآید و به ما تمام چیزها رو اصلاح خواهد نمود. این در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد آینده، درسته؟ خواهد آمد و میگه که تمام چیزها را اصلاح خواهد کرد. و بعد از این ادامه میده میگه لیکن به شما میگویم که او الحال ایلیا آمده هست و او را نشناختم، بلکه آنچه خواستم به او کردن. در مورد یحیای تعمید دهنده صحبت میکنه. سو اینجا که در مورد قسمت اول صحبت میکنه، درسته ایلیا خواهد آمد و همه چی را اصلاح میکنه، این برای آینده، برای آمدن دومش صحبت میکنه. یک روزی من خواهم آمد و تا اون روز این روح ایلیا خواهد آمد، برای آمدن دوم من شما رو آماده خواهد کرد. فقط الان ایلیا آمده که به وسیله یحیای تعمید دهنده و با او کردن هر چیزی میخواستن، یعنی او رو برحال کشتن. پس اینجا عیسی مسیح خودش اشاره میکنه به روح ایلیا که در زمان آخر خواهد آمد. گوش میکنین عزیزان؟ آمین. روح ایلیا خواهد آمد قبل از آمدن دوم عیسی مسیح. و همینطور هم می‌بینیم که در اعمال رسولان زمانی که روح القدس آمد، تعمید روح القدس همه گرفتم، از آتش پر شدن. اینجا پتروس اینجا می‌ایسته مثل قهرمان که چون روح خدا رو گرفته و هم موعظه می‌کنه. و بعد از این در باب 3 آیه 19 و 21 اینجا درباره در مورد آینده صحبت می‌کنه. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود و ایام استراحت از حضور خداوند برایتان فرا رسد، و تا خدا عیسی یعنی همان مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود بفرستد، که باید آسمان پذیرای او میشد تا ایامی که همه چیز بنابران چه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است احیا گردد. آمین. سو اینجا هم اشاره میکنه برای آینده، بگیم یه توبه کنیم، بازگشت کنیم. بعد از این ادامه میده تا خدا عیسی یعنی همون مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود بفرستد. یعنی الان عیسی مسیح رو دریافت کردن، تولد تازه رو به دست آوردن، و الان برای آینده صحبت میکنه که دوباره خدا الان رفته آسمون، اونجا در دست راست پدر اونجا نشسته و سلطنت میکنه. الان باید دوباره برگرده، و اینجا میگه که باید آسمون بپذیره او، پذیرایی او میشود تا ایامی که همون چیز بنا بر آنچه خدا از دیربان به زمان یعنی در مورد یا این قسمت رو دوباره بخون، که باید آسمان پذیرای او میشد تا ایامی که همه چیز بنابران چه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است احیا گردد. آمین. یعنی این پیشگوهایی که شده، میگه که در مورد انبیا، یعنی در مورد پیغمبرا، همه چی باید انجام بشه که دوباره میگه آخر میگه احیا کردد یا اصلاح بشن. یعنی اینجاست که وظیفه کلیساست الان که این آمدن عیسی مسیح رو آمدنش آماده کنیم. ما الان جای ایلیا رو گرفتیم. زمانی که ایلیا بود، شخص ایلیا بود، الان
کلیساست که رول الیا رو باید در این دنیا انجام بده. وظیفه کلیسا اینه که روح الیا که امروز در موردش صحبت بکنیم و تک تک ما اینجا هستیم که یک مسئولیتی داریم که بتونیم اینجا انجام بدیم. اگه یادتون باشه همینطور که در یک کوهی هست که زمانی که عیسی مسیح اونجا تبدیل به جلال شد، با سه تا شاگردان برداشته و رفته روی کوه و اونجا تبدیل شد و جلال او رو نشون داد، درست یادتون هست؟ و اینجا کی کنارش بودن؟ ایلیا بود و موسی بود، دو تا پیغمبرهایی بودن که اینجا نماینده اوردن عیسی مسیح، یعنی اوردن عیسی مسیح. موسی که چطور موسی قوم اسرائیل رو از مصر بیرون آورد به سرزمین کنعان، و همینطورم ایلیا چطور راه رو به وسیله روح ایلیا به وسیله یحیای تعمید دهنده راه ها رو برای خداوند مهیا ساخت که عیسی مسیح بیاد. و جالبش اینه که نمیدونم فکر کردین در مورد چرا الان عیسی مسیح چه احتیاجی داره بره با ایلیا و همینطورم با موسی صحبت کنه. و اینجا میگه که الان لوقا باب نوح اونجا صحبت میکنه، میگه که و رفته و اونجا مشورت کردن که بهشان نشون دادن، گفتن در زمان الان این راهی که الان میرین توی اورشلیم و اونجا باید کشته شدی، چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه چیزایی هست که درگیر خواهی بود. مثل اینکه عیسی مسیح اونجا مشورت های ایشان رو برداشت و گوش میکرد، چون هر دوتاشون این دردها رو کشیده بودن. حالا ما میتونیم بگیم که عیسی مسیح احتیاج به مشورت نداره، فقط توی کتاب مقدس مخصوصا این سمبول‌هایی هست که نشون میده که چقدر مهمه که در این زمان آخر کلیسا واقعا بدونه که ما باید با اون روح ایلیایی که الان هست که چطور باید مشورت یا از او یاد بگیریم، روش‌های او رو یاد بگیریم که آمدن عیسی مسیح رو آماده کنیم. نمیدونم چقدر متوجه میشین این موضوع های یا روش ها یا میتونم سمبول هایی که در عهد عتیق و همینطورم در زمان عیسی مسیح گذاشته که ما یاد بگیریم که بتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم شخصا و همینطورم از طریق کلیسا بتونیم اینا انجام بدیم. الان میخواییم بریم نگاه کنیم به ایلیا و ایلیاس، خدمت زمان ایلیا که ما باید نگاه کنیم که چه چیزهایی میتونیم الان از او یاد بگیریم. در کتاب پادشاهان باب 18 است یا از 17 شروع میشه که در مورد خدمت و داستان ایلیا آنجا توضیح داده. اون زمان اسرائیل یک پادشاهی داشت، اسم این پادشاه اخاب بود و اخاب خودش یک زنی داشت، یک زنی که از دختر پادشاه تیروس بود که خودش هم زمان که پادشاه بود هم زمان هم همینطور کاهن اعظم یک بوتی بود که عشیره بود. یعنی خود پادشاه با یک زنی ازدواج کرده بود که میتونم بگم سمبولن واقعا اینجا روح شیطان اونجا برحال تأثیر میذاشت روی اخان، این پادشاه اسرائیل. به این خاطر این پادشاه اخان قوم رو درست هدایت نمی کرد و همینطورم تو بت‌پرستی هدایت کرد و اصلا توم سردرگم شده بودن. و زمانی که نگاه میکنیم به اخان همینطورم به اسرائیل باید نگاه کنیم اینو سمبول کلیساست. و خود اخان زمانی که اخاب که حکومت میکرد نه فقط بت پرستی میکرد بلکه همینطور هم مذبحه‌های برای همون بت‌ها آماده میکرد به فصلی زنش که اونجا نشانه سازش کردن با دنیا بود. و به این خاطر این کشور اسرائیل کلن زیر اسارت افتاده داد. اسارت افتاده بودن یعنی سردرگم بودن. و اونجا
میتونم بگم تقریبا سمبولش کلیسایی هست که زمانی که کلیسایی که سازش به دنیا میکنه با تعلیمای اشتباه، با روشهای اشتباه، بعد از یک مدت اصلا کلن کلیسا واقعا از این مسیر، از این هدف خدا بیرون میاد، یه چیزی میشه که اصلا خدا تو فکرش نبود، یک چیز مذهبی میشه. و توی قرنهای اول میبینیم که چقدر کلیساها شریعتی شدن، چقدر از مسیحیت یه مذهبی ساخته شد. چرا؟ چون این چیزای دنیایی هم وارد شد و الان کلن کلیسا و کلیسا از این هدف، از این نقشه‌ای که خداوند داشت بیرون آمده بود. و اینجاست که خدا الان ایلیا رو میفرسته و هدف این دخترش که اسمش ایزابل بود، هدف این ایزابل کنترل کردن اسرائیل، و هر چقدر این پادشاه رو کنترل میکرد به وسیله اونم همینطور میتونست کشور اسرائیل رو کنترل کنه و همینطور هم تسلط داشته باشه و همینطور هم تمام فکراش هدفش این بود که اونقدر بت‌هایی ساخته بشه که اصلا مذبح خدا اصلا ورداشته بشه، همه تمرکز کنن به دنیا، به چیزایی که الان این بت‌های برایشان آورده بود. الان اینجا خدا زمانی که نگاه میکنه به یک کلیسا یا همینطور هم به اسرائیل، بعد از این نبی خودش رو میفرسه و اینجا ایلیاس که وارد میشه در اول پادشاهان باب 17 است که اولین باری هست که اونجا روبروی اخاب میشه و اونجا میگه که نبوت میکنه، میگه 3 سال و نیم اینجا دیگه قطعی خواهد شد، بارانی نخواهد آمد. مثل یه داوری هست که خداوند میاره در کشور اسرائیل. و این قطعی هم خیلی سخت بود. 3 سال و نیم خودشون رو نبوت کرد و ایلیا رفت و خودش رو قایم کرد. یعنی خدا بیشتر برداشت رو قایم کرد. و بعد از 3 سال و نیم خدا میگه که زو الان ایلیا برگرد الان پیش این پادشاه اخاب. و زمانی که اینجا آمدن الان میخوایم نگاه کنیم که اینجا توی این کوه چه اتفاقی افتاده، این توی کرمل. در باب 18 آیه 18 اینجا ایلیا که میاد روبروی اخاب میشه، اینجا میگه که و چون اخاب ایلیا را دید، اخاب ای را گفت آیا تو هستی که اسرائیل را مضطرب میسازی؟ گفت من اسرائیل را مضطرب نمیسازم، بلکه تو و خاندان پدرت، چون که او امر خداوند را ترک کردید و تو پیروی بعلیم را نمودی. آمین. اینجا برال اخاب همینطور میگه که تو هستی که بلا روی زندگی ما آوردی، تو هستی که تو باعث شدی که کشور ما تو این قحطی بیفته. بعد از اینجا خود اخاب اینجا جواب میده که من نیستم، بلکه گناه های تو بود، این بت پرستی تو بود، این سازش توست که با دنیا، همینطور هم با ایزابل اونجا ازدواج کردی، تمام بت ها رو ورداشتی اووردی اونجا، این باعث شده که این قطعی آمده اونجا. و بعد از این اخاب اونجا یه قوم خودش اونجا جمع کرده بود در باب 18 آیه 21 اینجا میگه که و ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمد گفت تا به کی در میان دو فرقه میلنگید، یا ترجمه دیگه میگه که تا به کی دو دل خواهید ماند. اگه یهوه خداست او را بپرستید یا او را پرستش نمایید، و اگر بعل هست او را پرستش نمایید. اما قوم در جواب به او هیچ نگفتند. خیلی جالبه که زمانی که این قسمت ها رو که میخونیم میبینیم که زمانی ایلیا تمام قوم رو جمع کرده بود و تقریبا مثل اینکه کلیسا رو جمع کرده بود، با این دید باید نگاه کنین، و میگه که تا کی میخواییم با این دنیا سازش کنین؟ تا کی میخواییم با دوتا پاهایتون بلنگ؟ یه قسمت دنیاست، یه قسمت کلیساست، یه قسمت وسوسه های دنیاست، گناه های دنیاست، یه قسمت دوباره برمیگردی به کلیسا، از خداوند برکت رو میخوایی، میری توی دنیا اونجا برای خودت
بت‌های خودت رو می‌سازی، با خودخواهی‌های خودت می‌خوای خانه خودت رو بسازی. بعد از این میای در کلیسا اینجا میگی خداوند به من برکت بده، اونجا پرستشش می‌کنی، از خدا سوء استفاده می‌کنیم. بعد از این دوباره برمیگردیم به این دنیا و دوباره شروع می‌کنیم سازش کردن از همه طریق، از طریق میتونم بگم از پول مالی، شهوت‌های این دنیا، سکس، آرزوهای شخصی، خودخواهی خودت ره. دوباره برمیگردیم اینجا. یه قسمتی ما میدونیم که عیسی مسیح رو میدونیم، او حقیقت، اون راه راستی هست و میدونیم که نجات دهنده هست. فقط یه قسمتیش هم درست جدی نمیگیریم، دوباره نااطاعتی میکنیم، اینجا میاییم و مطیع نیستیم، شورش میکنیم و هر گناهی که وجود داره. و اینجا ایلیا میاد و اینجا تمام قوم رو که جمع کرده بود که تا کی میخواییم با دو تا پاهای خودتون بلنگی؟ اگر واقعا خدا یهوه است، پس او رو فقط عبادت کنین. اگر بله، پس برین در این دنیا. همینطورم این زمانهایی که ما زندگی میکنیم عزیزان، میدونم این موعظه سختیه. فقط الان ما در یک زمانی قرار گرفتیم که خداوند میگه که ببین من به زودی خواهد آمد، تا کی میخوای با دو تا پاهای خودت رو بلنگی؟ چقدر میخوای از خدا فقط سوء استفاده کنی؟ چقدر میخوای فقط از خدا به حال برای خودخواهی‌های خودت همه چی رو ورداری که بتونی در این دنیا زندگی عالی و خوب داشته باشی؟ خدا به حال ما میدونیم که وعده هایی که خداوند به ما بخشیده، میگه پدر آسمانی شما میدونه که شما چه چیزایی احتیاج دارین در دنیا. خدا خدای پدر ما خدایی نیست که بگه که مثلا من میخوام اینجا فقط فقیر باشی، چیزی نداشته باشی. خدا هر چیزی که ما احتیاج داریم به ما خواهد داد. این پدر آسمانی ماست. زمانی که خدا میگه که موه سر خودت شمرده شده، یعنی خدا دقت میکنه به ما، میدونه ما چه چیزی احتیاج داریم. فقط چون قلب ما به این دنیا بسته، نه به خدا، به این خاطر سازش میکنیم با دنیا. و زمانی که میگم در این زمان زندگی میکنیم که روح ایلیا میخواد کلیسا رو دوباره بنا کنه، برگردونه به اون چشمه که نسلین هفته صحبت کرد، یا با اون خدای واحد، این خدایی که میگیم که عیسی مسیح خداونده، او قهرمان جهانه، او تنها خداست. تمام خداهای دیگه، پول و ثروت و هر چیزی که در این دنیا هستن، پوچ هستن، هیچ حیاتی توش نیست. خدا میخواد کلیسا رو دوباره برگردونه به اون خدای واحد. به این خاطر میگه که دیگه تا کی میخواییم بلنگین؟ انتخاب کنین عزیزان، به کی ایمان آوردیم؟ دنبال چه چیزی هستیم؟ هدف زندگی ما چیه؟ برای چی زندگی میکنین؟ افرادی میگن که پاسو واقعا سخته با مسیح زندگی کردن. گفتم میدونم سخته، فقط چون تو هدف نداری، چون نمیدونی برای چی زندگی میکنی، به این خاطر سخته. تو این سردرگمی میفتی و نمیدونی برای چه اتفاقاتی میفته. زمانی که ویزیون تو، دید تو درست باشه، بگی که من، خدا منو اینو خوانده و این کاری که روی صلیب کرده نه فقط گناهای من رو ببخشه، بلکه منو به یه مقامی، به یک جایی ببره که برای منو خلق کرده، که شباهت مسیح بشم، با عیسی مسیح بشینم، روی تخت سلطنت کنم و این دنیایی که در دست شیطانه بتونیم برداریم برای عیسی مسیح، که عیسی مسیح بیاد. برای این من زندگی میکنم. و اینجاست که دید ما رو یه جوری عوض شده، دوباره روحانی کور شدیم، کر شدیم، صدای خدا رو درست نمیشنویم. به این خاطر کلیساها همه در سردرگمی هستن. روح الیاس که میاد که دوباره فوکوس رو به عیسی مسیح بکنه. و جالبش اینجا قوم میگه که زمانی که میگه که تا کی میخوایم بلنگیم، اما قوم در جواب او هیچ نگفتند، هیچ چیزی ندارم میگن. یعنی میدونستن حقیقته، میدونستن با دو تا پاهاش میلنگن. و وضع کلیسا در این زمان، زمان آخر اینه، با احساس زندگی میکنیم،
هدفی درستی نداریم، چیزی نداریم، یه هدفی نداریم که واقعا اشتیاق در قلب ما به وجود بیاد. هر چیزای کوچیکی برای خداوند باید بکنیم تقریبا مثل باری میشه، برای دعا کردن باریه. چرا؟ چون اشتیاق نیست، اشتیاق برای این هدف نیست. و الان میبینیم که در آیه 23 و 24 الان اینجا ایلیا یک پیشنهادی میکنه. پس به ما دو گاو بدهند و یک گاو به جهت خود انتخاب کرده و آن را قطعه نموده، آن را بر هیزم بگذارند و آتش ننهند و من گاو دیگر را حاضر ساخته بر هیزم میگذارم و آتش نمی نهم و شما اسم خدای خود را بخوانید و من نام یهوه را خواهم خواند و آن خدایی که به آتش جواب دهد او خدا باشد. و تمامی قوم در جواب گفتند نیکو گفتی. آمین. سو الان خدمت کار ایلیا الان چیه؟ میگه که الان من میخوام ثابت کنم، الان دو تا گاوهایی هستن که اینجا برحال الان 450 تا چیزای نبی های بل بود که اونجا گفته باشه که شما یه مذبحی درست کنین و قربانی کنین، فقط آتش نذارین. و اینجا من یک مذبحی درست میکنم، اونجا هم کاری نمیکنم، آتشم نمیذارم، همینطوری میذارم اونجا. و بعد از این اون خدایی که با آتش جواب میده اون خدای واحد هست. و اونجا همه برحال کلیسا میتونم بگه آمین درسته، یا پس سب کنیم. یعنی جالبه که نگاه کردم گفتم که الان چقدر باید یک قوم، یک کلیسا کور باشه که بگه که درسته اوکی، مثل اینکه هیچ تجربه از مسیحیت ندارن که باید الان خدا بیاد دوباره ثابت کنه که من خدا هستم. نمیدونم متوجه میشین یا نه. قوم گفته باشه اینطوری بکنیم، اونقدر گمراه شدن که نمیدونن الان حقیقت چیه. و وضع کلیساها، نه فقط کلیسای ما، کلیساهای جهانی، کلیسای دنیا در این حاله. از اون هدف اصلی ما بیرون آمدیم. کی میتونه این آینده آمدن مسیح رو تحمل کنه؟ در ملاکی خوندیم. کی میتونه؟ به این خاطر روح ایلیا میخواد کلیسا رو آماده کنه، قلبا رو آماده کنه عزیزان. بعد از این گفتن که باشه نیکوس، خوبه، عالی، این کار رو انجام بدیم که ببینیم که آتش از کجا میاد. حالا میبینیم که در آیه بعد از این کلام خدا، خودتون بتونیم با 18 رو اصلا کلن بخونین. اینجا میبینیم که بعد از این 450 تا چیزا کاهنان آمدن، مذبحی درست کردن، از صبح تا شب، تا این شب ساعت گروه شب بود، فقط فریاد گزن، با چاقو خودشون خون ریزی کردن، همه کارا رو کردن، هیچ آتشی نیامد. و اونجا هم چیزم ایلیا هم اونجا مسخره میکردشان، گفته آها کجاست خدای شما، کجاست، آها شاید رفته خوابیده، بیدارش کنین. یعنی مسخره میکردین بوت ها رو، این دیو ها رو، این نیروهای تاریکی رو. بعد از این زمانی که دیگه نتونستن هیچ کاری انجام بدن، بعد از این میبینیم آیه 30 و 39 اینجا مذبح یهوه را که خراب شده بود تعمیر نمود و ایلیا موافق شماره عصبات بنی یعقوب که کلام خداوند بر وی نازل شده گفته بود که نام تو اسرائیل خواهد بود، 12 سنگ گرفت و به آن سنگ ها مذبحی به نام یهوه بنا کرد و گرداگرد مذبح خندقی که گنجایش دو پیمانه بز داشت ساخت، 4 خم از آب پر کرده آن را بر قربانی سوختنی و هیزم بریزید و آب گرداگرد مذبح جاری شد و خندق نیز از آب پر گشت. آمین. حالا جالبه که میگه که مذبح یهوه در چه حالی بود؟ خراب بود و قوم اصلا تو فکرشون نبودن که اصلاح کنن، بنا کنن.
چرا؟ یه کسی که قلب برای خدا، برای جلال خدا، برای آمدن خدا رو نداره، دنبال چیه؟ دنبال ساختن خانه های خودشون، اصلا فکر ندارن و همینطور هم بی تفاوت هستن. و اولین چیزی که اول الیا کرد، مزبر رو درست دوباره بازسازی کرد. 12 تا سنگ رو که برداشت، سمبل اتحاده که و همینطور سلطنتیه، اینو ساخت. بعد از این دوتا گاوا رو گذاشت روی این مزبح. بعد از اینم چه کاری کرد؟ اونجا یک چیز یه چاهی درست کرد و اونجا گفته که الان بیاین اونجا آب رو بریزیم. و 3 بار شد که آمدن اونجا روی این قربانی ها، روی چوب ها، و همه تمام این سنگ ها پر از آب شد. چرا؟ چرا باید الیا که مخصوصا هم قطی بود، آب وجود نداشت، خودش گفته بیاین الان این رو پر کنین، با آب پر کنین، که مبادا زمانی که الان آتش بیاد فکر کنین که چون چوب نمیدونم خوش بود یا چیزای دیگه بود و بهانه هایی به وجود بیاد، بلکه بدونین که زمانی که این آتش بیاد واقعا آتش خداست. و زمانی که خودش این کار رو انجام داد، بعد از این آیه 37 میخونیم تا 37 و 38 رو میخونیم. مرا اجابت فرما ای خداوند، مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو یهوه خدا هستی و اینکه دل ایشان را باز پس گردانیدی. آنگاه آتش یهوه افتاده قربانی سوختنی و هیزم و سنگ ها و خاک را بلعید و آب را که در خندق بود لیسید. یا این دعای الیا بود و دعای کلیسا اینطوری هست که میگی که ای مرا اجابت فرما، مرا اجابت فرما تا این قوم، تا این کلیسا، تا برادر خواهرایی که اینجا هستن بدونن که تو یهوه، تو یهوه خدا هستی، تو عیسی مسیح هستی، تو تنها راه نجات هستی، تو مرکز زندگی، تو پادشاه پادشاه و رب بلرباب هستی. و میگه که و این که دل ایشان را باز پس گردانید. دوباره این چیزایی که ما تجربه کردیم در زمانی که ما ایمان آوردیم و دور شدیم، دوباره برگردیم به اون خدای اصلی که ما ایمان آوردیم، تعمید گرفتیم در نام مسیح که اینجا شهادت دادیم، خدا من از امروز به بعد نمیخوام من زندگی کنم، میخوام تو در زندگی من حکومت کنی. و این دعایی بود که چیز الیا کرد و این دعایی هست که کلیسا باید به هر حال، کسانی که واقعا قلب برای کلیسا دارن، که بتونیم جمع بشیم و دعا کنیم، شفاعت کنیم، یا خداوند بریز، خداوند بیا با آتش خود جواب بده، نه آتش روح القدس. الان از اونجا صحبت خواهیم کرد. این و میگه که آنگاه آتش یهوه افتاد، قربانی ها رو سوخت و تمام چیزهایی که بود، سنگ و همه چی رو بلید برد با خودشون. این آتش، آتش روح القدس نیست عزیزان، این آتش، آتش داوری خداست و همینطور هم فیض خداست. داوری خداست که آمد. چرا داوری خدا؟ این مذبح اصلا چیه که الیا درست کرده بود؟ این مذبح همون صلیب مسیحه و این آتش داوری خداست که روی عیسی مسیح آمد و او رو کشت که فیضش جاری کنه برای ما. آمین. که ما فراموش کردیم این داوری خداست که آمد و همه چی رو از بین برد، با یک قربانی همه چی رو کامل کرد عیسی مسیح. اون تمام دردها، رنجها، لعنتهای ما رو ورداشت، پذیرفت از خدایش. به این خاطر عزیزان، زمانی که خدا این دنیا رو داوری میکنه، با حق دا
داوری میکنه، چون قبل از اینکه دنیا رو داوری کنه پسر یگانش رو داوری کرد به خاطر گناهای ما. به این خاطر فرشتگان اینجا میخونن و ما توی سرود هم همینطور میخونیم، ای خداوند داوری های تو راست و عادل هست. چرا عادله؟ خدا دنبال این نیست که ما رو بکشه. چون باور نمی کنن، دنیا باور نمی کنه به اون خدایی که پسر خودش رو داوری کرد که به وسیله اون نجاتش بده. به این خاطر با حق داوری می کنه. بزرگترین دردی که خدا کشید که پسر خودش رو داد، داوری کرد، لعنت کرد روی صلیب. یعنی لعنت های ما روی ایشان آمد، نه اینطوری خودش لعنت کرد، لعنت های ما روی زندگیش آمد. چه دردی کشیده یه کسی که بی گناهه و الان ما گناهکار هستیم یا دنیا گناهکاره، و خداوند شروع میکنه به نشانه ها با داوری ها این دنیا رو بیدار کنه. و کلام خدا میگه این داوری ها میاد فقط افراد قلبشون سفت کردن، توبه نمیخوان بکنن، چون هنوزم دوست دارم بت پرستی کنن، دوست دارن سازش کنن. زمانی که این آتش آمد، آیه 39 میگه که و تمامی قوم چون این را دیدم به روی خود افتاده گفتند یهوه او خداست، یهوه او خداست. و ایلیا به ایشان گفت انبیای بر را بگیرید و یکی از ایشان رهایی نیابد. پس ایشان را گرفتند و ایلیا ایشان را نزد نهر قیشون فرود آورده ایشان را در آنجا کشت. آمین. زمانی که این قوم متوجه شد، دید این آتشی که آمد، ظاهراً آمد و همه چی رو بلید، برد با خودشون، تمام این آبها رو لیزید، همه چی رو برداشت، اون موقع هست که این مکاشفه رو گرفتن که اعلام کردن، گفتن که یهوه خداست، او خدای ماست. و بلا فاصله تمام این 450 تا نبی هایی بود گفته که برین الان ایشان رو بکشین. تمام این فکرها، تمام این سازش ها، هر چیزایی که دروغ هایی که در زندگی شما هست، الان شخصی صحبت میکنم، هر چیزایی که هست باید کشته بشه. زمانی که این مکاشفه عزیزان، صلیب و این آتش نشانه این افرادی که این آتش رو دیدن، مکاشفه صلیبه که دوباره باز میشه که عیسی مسیح روی صلیب چه کاری کرده. و زمانی که مکاشفه رو میگیریم عزیزان، مکاشفه صلیب مسیح، مرگ عیسی، درد عیسی، زحمتایی که عیسی مسیح کشید، زمانی که مکاشفه بشه برای کلیسا، اوتوماتیک تمام بوتهای زندگی خودتون، تمام سازشهای زندگی خودت رو از بین میبری و میکشی، از بین از خودتون دور میکنین. تا مکاشفه نشده ما بازی میکنیم با این دنیا، سازش میکنیم به این دنیا، فقیر هستیم در زندگی ما، قطعیه در کلیسا، قطعیه، هیچ جلالی دیده نمیشه. نمیخوام بگم همه کلیسا نیست، کلا میگم این جلالی باید یک کلیسای نشون بده، نمیدن، نشون نمیدن. چرا؟ سازش های زیاد اینجاست، چون صلیب مسیح مرکز زندگی ما نیست. یک کسی که اینو مکاشفه، این مکاشفه، این آتش رو گرفته که آتش خداوند روی صلیب، روی صلیب، روی عیسی مسیح آورد و تمام آمد، و همینطور تمام این داوری هایی که رو من می آمد، روی این دنیا، هر چیزی که از روی او آمد، زمانی که این مکاشفه بشه، به شما قول میدم دیگه سازش به گناه نمی کنین. دیگه اون موقع سعی می کنین هر روز با تمرکز، هر فکر منفی از هر بوت منفی از هر سازش هایی در این دنیا بود، الان سازش های زیادی هستن و همینطور هم خودخواهی، دروغ هایی هست، سکس و همینطور چیزهای لیبرال، تعلیمای لیبرال وجود داره در این، همینطور هم خود دلسوزیه، تمام تلخی هست، تمام طمع و هر چیزایی که
روح ما رو گرفته اتوماتیک همه چی رو برمی‌داره، چون ارزش صلیب رو می‌دونیم. و کار روح و هدف روح الیاس اینه که ما رو دوباره برگردونه به صلیب مسیح، که بدونیم که چه بهایی پرداخت شده برای ما. با هم بیستیم، با هم این سرود رو بخونیم. به صلیب نگاه کن. چون بنگرم بر صلیبت، بینم آن فیض عجیبت، بر زخم و رنج های تو، بر پیروزی مهیبت، بر فیض تو که جار شد از خون و جسم تو، عیسی شفا دادی بر زخم. خداوند بیا خودتون شخصا دعا کن، بیا این آتش تو رو بریز خداوند، این آتشی که خداوند مکاشفه صلیب توست خداوند، همینطور که این اسرائیل، این قوم اسرائیل اینو دید خداوند و گفتن که خدا یهوه خدای ماست خداوند. دعا میکنیم خداوند این مکاشفه صلیب تو رو خداوند
خداوند بیایی، خداوند خداوند مکاشفه کنی، باز کنی برای ما خداوند، که ارزش صلیب تو رو عیسی جان بدونیم خداوند، بدونیم خداوند مرکز زندگی ما باید باشه خداوند. بیا خداوند، بیا این مکاشفه رو خداوند میطلبیم. هاللویا خداوند، مرسی خداوند. همینطور بعد از این آتش میتونیم بشینیم. بعد از این آتش زمانی که آمد و تمام قوم دیگه این مکاشفه رو گرفته بودن و تمام این بت‌ها رو همه چی رو خراب کرده بودن، بعد از این ایلیا به اخاب گفت برآمد بخور و بیا شام، زیرا که صدای باران شدید می آمد. هنوز بارانی نبود، هیچ چیزی نبود. یک نبی، یک کلیسا می دونه که زمان باران آخر کیه. زمانی که این بوتا شکسته شده، بعد از این میگه اخاب دیگه برو بهش بخور، دیگه خدا باران خودش رو خواهد آورد. بلا فاصله رفت اونجا و در آیه آیه 42 میگه که و ایلیا بر قله کرمل برآمد و به زمین خم شده روی خود را به میان زانوانش گذاشت. خدمت ایلیا، خدمت کلیسا در همون لحظه، زمانی که این تمام چیزهایی که خراب میشه، زمانی که ما تمام این بت‌ها رو، همه چیز سازش‌ها رو از بین میبریم، که مثل ایلیا بود روی زانوهای خودش و شروع کرد به شفاعت کردن، شفاعت کردن برای باران. خدا بهش گفته بود سه سال و نیم قطعی هست و برو الان این خدمت رو انجام بده که دوباره باران خودم رو بریزم. و ایلیا اونجا نشستاد بگه باشه که بریز الان باران، بلکه رفت و شروع کرد دعا کردن. 7 بار خودش اونجا دعا میکرد، غلام خودش رو فرستاد توی کوه، بگو که برو نگاه کن الان باران میاد، چیزی دیده میشه یا نه. و 6 بار او رو فرستاد و 7th time بود که زمانی که هنوزم در حال دعا بود و این غلامش اینجا آمد و اینجا گفته که اینک ابری کوچک به قدر کف دست آدمی از دریا بر می آید. اینک ابری کوچک به قدر کف دست آدمی از دریا می آمد. این احساس برای خودم اینطوری بس، مثل این که الان خدا شروع می کنه حرکت کردن. زمانی که قوم توبه می کنه، بازگشت می کنه، بازسازی نمی کنه، بلکه درست می ایسته، اونجاست که ما شروع می کنیم به دعا کردن و اینجا این باران آخر رو، این ابر هر چقدر کوچیکه، اونجا ایلیا بلافاصله میره پیش اخاب و میگه که آیه 45 و 46 و واقع شد اندک زمانی آسمان از ابر غلیظ و باد سیاه‌فام شد و باران سخت بارید و اخاب سوار شده به یزریل آمد. سو این ابری که مثل یک کف دست آدمی بود که الان آمد اونجا، میگه که الان یه ابر غلیظ و همینطورم باران سخت اونجا میامد و اینجا خود اخاب یا باران سخت میامد و اینجا همینطوری که شروع میکرد به چیز باریدن. بعد از این آیه 46 اینجا و دست خداوند بر ایلیا نهاده شده، کمر خود را بست و پیش روی اخاب دوید تا به یزرائیل رسید. یا این برای من اینطوریه که زمانی که
خداوند این باران خودش رو میریزه. دست خدا میگه که دست خدا روی کی آمد؟ دست خدا بر ایلیا نهاده شد و او کمر خودش رو بست. و الان تصور کنین که الان اخاب روی کالاسکه اینجا نشسته بود و همینطور برال میرفت و روح خدا که زمانی که روی کلیسا میاد اینجا میگه که و روی ایلیا که آمد کمرش رو بست و میتونم بگم که تمام وقت الان نمیدونم چند کیلومتری بود همینطور فقط در حال دویدن بود. یک مرد 25 ساله هم نبود 30 ساله هم نبود نمیدونم سنش چقدره، حداقل فکر میکنم یه 40 50 سالش حداقل بود. و چطور زمانی که قدرت خدا روی زندگی ما میاد چطور دیگه تقریبا مثل اشعیا نبی باب 43 اینجا میگه که خواهید دوید و خسته نخواهید شد، خواهید پرید و درمانده نخواهید بود. اینجاست که قدرت خدا زمانی که میاد دست خدا روی زندگی ما میاد اینجاست که قدرت میگیریم و اونجاست که میتونیم کار خدا رو در این زمان آخر انجام بدیم و همینطور آمادن عیسی مسیح رو، بازگشت عیسی مسیح رو آماده کنیم. به این خاطر این داستان رو خیلی ضعیف بود حرف زدن من، فقط امیدوار هستم موضوع رو فهمیده باشین از اون که کلیسای آینده باید کلیسای و خدمت ایلیا رو در این دنیا انجام بده. برای این ما مسئولیت رو گرفتیم از خداوند. فقط و فقط تو هستی که خدا باید، یعنی دست خدا روی زندگی تو بیاد، دست خدا روی این باران آخر روی زندگی تو میاد زمانی که این مسیر رو در مرکز زندگی تو قرار بدی، این آتش رو، این مکاشفه صلیب رو در زندگی تو ببینی. اونجاست که خواهی دید که خدا چطور از تو استفاده خواهد کرد. اصلاح کردن و خدمت اصلاح کردن آتش رو میاره، باد رو میاره، باران رو میاره، برکت رو میداده و این پادشاهی خدا رو بازسازی میکنه. برای این عزیزان ما خوانده شدیم، کلیسا خوانده شده و ما نماینده خدا هستیم، یا ایلیا به عنوان نماینده خدا که ظاهر شده، ما هم الان باید نماینده خدا در این دنیا باشیم و این خدمت رو برای آمدن عیسی مسیح آماده کنیم. خوب میشه الان چشمان رو ببندیم. من پیشنهاد میکنم اصلا کلن این کلام رو که الان من صحبت کردم در مورد اول پادشاهان باب 18، من پیشنهاد میکنم کسانی همینطور توی پشت تلویزیون هستن یا بینندگان هستن این باب 18 رو بخونین و اصلا کلن این داستان ایلیا رو یه قسمت هایی که بخونیم میبینیم که خدمتی که ایلیا کرد خدمتی هست که در آینده کلیسا باید انجام بده، مسئولیت رو ما باید انجام بدیم و مطمئن هستم زمانی که میخونین خدا خیلی چیزهای به تو نشون خواهد داد. مهم برای تک تکتون اینه که این دعا رو بکنین که خداوند دوباره مکاشفه صلیب رو به من نشون بده، خداوند دوباره این آتشی که اون زمان آمد روی این مذبح همه چی رو بلید، خداوند اینو برای من روشن کن دوباره. من میخوام دوباره برگردم جلوی صلیب تو، من نمیخوام دیگه از این به بعد سازش به دنیا بکنم، بیا کمکم کن. خدا این دعا رو میشنوه و انجام خواهد داد. هللویا خداوند، تشکر میکنیم خدای ما عیسی مسیح، مرسی که پدر جان این فیض رو به ما بخشیدی که با کلامهای خودت خداوند با ما صحبت میکنی، که ما رو برای آمدن تو خداوند، بازگشت تو ما رو آماده کنی خداوند.